دوستان گرامی سلام می کنم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که سلام های گرم من رو به نام مقدس عیسی مسیح بپذیرید ما از امروز می خواهیم یک سلسله تفکراتی رو پیرامون تورات داشته باشیم خدمتتون و ما می در این چند جلسه آینده فکر می کنم 25 جلسه ما می فقط به بررسی موضوعی تورات بپردازیم و موضوع مختلف و اون در اون مایه ها و اون تم ها و اون مسائلی که تورات بهش توجه کرده رو به اونها توجه بکنیم آه پس آه حالا من چند تا دلیل خدمتتون میگم که چرا ما فکر میکنم تورات و مطالعه تورات مهم باشه و لازم باشه خب تورات به یک معنا سنگ بستر سنگ بنای تمام تفکر کتاب مقدس رو قرار میده و اگر که ما پنج کتاب موسی رو برداریم از کتاب مقدس واقعا بقیه مسائل از اون معنایی که باید داشته باشن ندارند و مثل این میمونه که شما یک مثلا کنسرت بتهوون رفتید ولی گوشتون سنگین باشه یا دارید یک چیزی رو نگاه میکنید یک فیلمی رو نگاه میکنید تو تلویزیون ولی صدای بلنگو یه باندش خراب باشه و به این شکل اون تصویر کامل اون تجربه کامل کار خدا نقشه نجات اون کاری که عیسی مسیح برای ما کرده تمام اینا رو اگر ما تورات رو نداشته باشیم باز نجات داریم باز از اون برکات مسیح بهرمند میشیم و غیره ولی اون مزش رو درک نمیکنیم. آیا شده که موقعی که مثلا سرما خوردید و بینیتون گرفته و حس شامتون برای مدتی از کار افتاده به خاطر خب بینی گرفته و آدم سر کلش پره و اینا و اون موقع میبینید غذاها به درنتون مزه نمیده چرا؟ چون حس چشایی ما خیلی به نیاز داره به حس شامه ما به حس بویایی ما و زمانی که ما خوب نتونیم بو بکنیم با قول معروف غذا رو نمیتونیم بچشیم و مزه خوبش رو درک بکنیم ولی زمانی که حس چشاییتون کامل درست داره کار میکنه و حس شامتون هم درست کار میکنه یه غذای خوشمزه رو که میخوری همچین مزهش رو واقعا درک میکنید برای که اون مزه کلام برای که مزه کار عیسی مسیح برای که اون مزه عهد جدید رو ما بتونیم درک بکنیم و ازش بهره مند بشیم و تجربه بکنیم نیاز داریم که تورات رو بفهمیم اگر تورات رو ما نفهمیم از سقوط و از اون رانده شدن باغ عدن و از خروج قوم بنی اسرائیل و از اون واقعی معبد و خیمه و کفاره و روز کفاره و اون دستورات تقدس و از همه اینها ما غافل میبونیم و یه موقعی میگم کتاب مقدس رو میخونیم میبینیم که اون شیطان به ایسا داره چیز میکنه وسوسه میکنه و ایسا همش داره از تصنیه جوابشو میده و اگه ما تورات رو نخونده باشیم اون قضیه وسوسه ها و پاسوهای عیسی ایسا برامون نامعنوس و گنگ و نامفهوم خواهد بود و برعکس اگر که با تورات آشنا باشیم خیلی این نجاتمون رو نقشه خدا رو همچه خوب بهتر درک میکنیم یکی از کارهایی که من توی این برنامه ها میخوام انجام بدم اینه که تورات رو به صورت نظاممند و یواش یواش خدمتتون معرفی بکنم پنج کتاب موسا رو خمسه موسا رو و این قصد موعظه ندارم ببینید من خب کشیش هستم و در حالت عادی موعظه زیاد میکنم حالا تو مطالعه کتاب مقدس باشه یا روز یک شنبه باشه اینا خب ما موعظه زیاد میکنم و نصیحت و پند و اندرز و این چیزها خب جز خدمتم و جز کارمه ولی در این حال خب من اگر که من و دوستانی که میشناسم میدونن که من یکی از اون دل هم, تعلیم و معلمی هستش و دلم میخواد که درس بدم در این سری درس ها من بیشتر معلم خواهم بود تا واعظ لذا این درس ها رو من برای کسایی تهیه کردم که کتاب مقدسشون رو میشناسن خوندن آشنایی دارن و میخوان خودشون تعلیم بدن حالا در کلیسا یا در کلیسای خانگی یا در اون جماعت خودشون در خانه خودشون یا هر چی میخوان این تعلیم بدن و میخوان که یاد بگیرن تا بتونن بهتر تعلیم بدن پس توقع ندارم که کسی با شنیدن این درس ها مثلا توبه بکنه نجات پیدا بکنه از روحای شریر آزاد بشه مثلا حالا هیروینش رو ترک بکنه چون راجب تورات من صحبت کردم اینا این کارا رو دوستان دیگه واعظای دیگه دارن به خوبی انجام میدن و این درسها، این مجموعه برنامه ها به سر زیر مجموعه اون کاری که ما در این کانال 107 داریم انجام میدیم به عنوان مدرسه علم الهی و از من خطابم و به کسانی مخاطبین من کسانی هستند که قلم و کاغذ دستشون گرفته و میخوان یاد بگیرن میخوان تحقیق بکنن و لذا من زیادم تو بطن غذایا نمیرم چون نمیتونم برم وقت اجازه نمیده صرفا من یک گذرا به موضوع مختلف اشاره می کنم پس ما در این برنامه ها کاری که می به یه سری اون موضوعات که در تورات ما می بینیم اشاره می کنیم و فکر می کنم که در نهایت کاری که انجام میشه اینه که به شما عزیزان شنونده و بیننده ای که میخواید بیشتر راجع به تورات یاد بگیرید راجع به کلام یاد بگیرید من یه سری ابزارایی میدم که این کلام رو با دقت بیشتری بخوایم بخونیم ببینید یکی از کارهایی که ما در خواندن کلام به طور عادی یاد میگیریم و انجام بدیم اینه که این کلام رو میخونیم ازش درس یاد بگیریم برکت بگیریم خدا رو بشناسیم ببینیم خدا از ما چی میخواد و غیره ولی یک روش دیگری کلام خوندن هستش که با دقت بیشتری به نزدیکی بیشتری ما میخونیم که ارتباط های درونی مطالب رو درک بکنیم و زمانی که این عادت رو پیدا بکنیم که با دقت بیشتری کلام رو بخونیم اون موقع اون رو ما این کار میکنیم که بتونیم چیزی یاد بگیریم تا بتونیم یاد بدیم ببینید خیلی موقع ها ما کلام رو اینجوری میخونیم من میخوام بخونم خداوند با خادمت با بنده با فرزند صحبت بکن بعضی موقع من باید بخونم که بعد اینجوری بکنم که عزیزان نگاه کنید اینجا اینجوری نوشته و از این چه درسی ما میتونیم یاد بگیریم پس این دیسیپلین و این نظم با دقت خواندن رو من تلاش میکنم بهتون معرفی بکنم در این برنامه پس با این تفکر بیایید با همدیگه دعا بکنیم خب بیایید با هم دعا بکنیم پدر آسمانی تو رو سمیمان شکر میگوییم به خاطر جمعی برکاتت به خاطر همه نعمت ها و احساناتی که تو ای پدر مقدس به ما هر روزه ارزانی میکنی تو گناهان ما رو بخشیده ای و گناهان ما رو تو بر فرزند حبیب ایسای مسیح قرار دادی تا ما بتونیم آزادانه تو رو ای پدر خطاب بکنیم و در حضور تو زندگی بکنیم ای خداوند تو رو شکر میکنم ای پدر دعا میکنم که اینک امروز با ما باشی و این درسال تو به دستای مقدس خودت بگیری برکت بدی ببخش که بتونیم ما کلام تو رو و مخصوصا تورات رو ببینیم بشناسیم یاد بگیریم و از حقایقی که تو بر ما مکشوف بهره مند بشیم پسر حبیبت به ما یاد داد که حقیقت ما رو آزاد میکنه پس ببخش که حقیقت تو رو از این کلامت بشناسیم تا حقیقت ما را آزاد بکنه این رو میخواهیم به نام همان عیسی که با تو ای پدر مقدس و با روح القدس همواره سلطنت میکند یک خدا الان و تا عبد آمین آمین دوستان حالا آه قبل از اینکه من درس ها رو شروع بکنم اجازه بدید یه معرفی بکنم از واقعا مطالعه کلام مطالعه علم کلام ببینید ما وقتی که میگیم کلام معانی مختلفی رو همراهمون داریم وقتی میگیم کلام یعنی اینکه کلام خدا یعنی کتاب مقدس خب ولی در صحبت وقتی میگیم علم کلام منظور الهیات هم هست به کسایی که عالم علم الهی هستن بهشون متکلم هم میگن و علم کلامی هم میگن حالا اینجا منظور اینه ما در علم کلام در الهیات گرایش های مختلفی داریم تفکرات مختلفی داریم راه های مختلفی داریم برای پرداختن به این علم یکی از کارهای که تو مدارس علم الهی به بچه ها به دانش آموزا یاد داده میشه من یاد گرفتم و هزاران نفر دیگه هر سال دارن میرن توی مدارس مختلف و یاد میگیرن این استش که تفاوت این نوع مطالعات رو یاد میگیرن و به روش مختلف به طریق مختلف یاد میگیرن تفکر مسیحی رو الهیات مسیحی رو ببینید یکی از کارهایی که ما همون سال اول مدرسه الهیات یاد میگیریم یک درسی از به نام الهیات سیستماتیک معمولا دانشجوی شبانی دانشجوی کشیشی دانشجوی علم الهی وقتی که میره توی مدرسه ترم اول 5 تا واحد باید بگیره پنج تا درس باید بگیره نوت درصد در مواقع اینجوریه ترم اول بهشون یونانی یاد میدن و عهد عتیق معرفی عهد عتیق یک معرفی عهد جدید یک الهیات یک تاریخ کلیسا و یونانی ترم بعد دو و یونانی دو ترم سه شروع میکنن ابریاد میگیرند و بعد درس های دیگه و الهیاتی که یاد میگیرن بچه ها توی مدرسه بهش میگن الهیات نظاممند، سیستماتیک الهیات سیستماتیک میان چه کار میکنه معلم موضوع های مختلف رو بر میداره و سراسر کتاب مقدس رو گشته یاد میگیره و یاد میده که مثلا کتاب مقدس راجع مرگ چه میگه و از این ور و اون ور کتاب مقدس هر چی تعلیم درباره مرکز رو به دانشجو یاد میده راجب گناه راجب توبه راجب به نجاد ایسای مسیح غیره و غیره و به صورت نظاممند پس میاد اول معلم راجب مکاشفه صحبت میکنه راجب کلام صحبت میکنه راجب خدا صحبت میکنه شخصیت خدا کاره خدا الاخر حالا این یه نوع نگرش به کتاب مقدسه و نگرش به الهیاته بهش میگن الهیات نظام مند. ما الهیات کتاب مقدس داریم یا اون اولی بهش میگن سیستماتیک تیالوجی تیالوجی یعنی الهیات تئوس یعنی خدا لوگوس یعنی کلام تئولوژی تیالوجی یعنی علم خداشناسی ما به صورت سیستماتیک می‌خونیم بهش میگن سیستماتیک اگر که با ما بودین هزار سال پیش زمان جوونیام من یه سری درسای راجع به الهیات نظاممند دادم چندین جلسه درباره الهیات نظاممند درس دادم یا نجات شناسی درس دادم ما به طور نظاممند راجع به نجات صحبت کردیم به طور نظاممند راجع به تقدس صحبت کردیم به طور نظاممند راجع به مسیح صحبت کردیم روح القدس، خدای پدر و اونایی که مدتی منو میشناسن میدونن که از این کارا زیاد کردم ما یک الهیت دیگری هم داریم که یکم پیشرفته تره به نام بیبلیکال تیالوجی که الایات کتاب مقدسی معروفه این میاد تک تک کتابا رو بررسی میکنه و میگه که مثلا کتاب اعداد سفر اعداد سفر اینجا با سین یعنی کتاب دیگه به عربی سفر اعداد به ما راجب خدا راجب گناه راجب قیامت راجب زمین راجب اینا چی یاد میده پس دیگه کاری به کتاب یوئیل و اشعیا و رساله دوم و قرنتیان نداره فقط کتاب اعداد نگاه میکنه خب اینم یه روش مطالعه الهیاتی کتاب مقدسیه وقتی که طرف میاد کتاب های مختلف رو به عنوان درس شبانی میخواد موعظه بکنه این رفته توی مبحث دیگری به نام الهیات عملی Practical Theology که من میام یاد میگیرم ببینم این در زندگی مسیحی در اون پراتیک مسیحی در اون زندگی عملی مسیحی من چه تعلیمی کتاب افاسسیان به من میده و باز من برای همین کانالی که دارید نگاه میکنید درباره رومیان و یوحنا و اول یوحنا رساله اول یوحنا و افاسسیان من اونجوری تعلیم دادم که رومیان برای ما چه درسی داره برای زندگی عملیمون برای زندگی روزمرمون و خب اینم یه جور این درسا من یک آمیزه ای از الهیات سیستماتیک و الهیات کتاب مقدسی سیستماتیک و بیبلیکال در باره پنج کتاب اول پس من در این درسا پنج کتاب اول رو به اون شکل سیستماتیک باهاتون قدم میذارم در این مسیر و به صورت نظامند نگاه میکنیم ببینیم که اینها چیا دارن پس اگه بخوایم درس ها رو این سری رو ما دو قسمت بکنیم قسمت اول میاد میشه معرفی کتاب ها پس ما میاییم چند تا موضوعات مهم و اساسی در کتاب پیدایش در کتاب خروج در کتاب لاویان و اعداد و تصنیه رو ما خدمتتون معرفی میکنم و بعد از اون برمیگردیم موضوع مختلف رو بررسی میکنیم این پنج کتاب درباره زمین درباره خلقت درباره سقوط و گناه درباره انسان درباره ازدواج خانواده خیلی درس ها به ما میدن و من به طور سیستماتیک اینها رو خدمتتون معرفی خواهم کرد پس این چارچوب کلی درس های ما خواهد بود برای اینکه ما بتونیم این کار را انجام بدیم من همراه خودم چند تا کتاب رو بردم من معمولا کتاب ها رو اینجوری نمیارم نشون بدم ولی خب این چون درس یه مقداری جدی تره و یه مقداری برای دانشجوی واقعا تهیه شده من یه چند تا کتابی که ابزارمون هست و میخوام خدمتتون معرفی بکنم نه اینکه این کتابا دیگه واقعا اگه بخونید همه چیز رو یاد میگیرید صرفا میخوام بهتون چند تا نکته رو معرفی بکنم برای کتاب خریدن و کتاب خوندن و کتاب تهیه کردن دانشجوی الهیات باید یک کتابخونه شخصی داشته باشن و اینا کتابایی که از کتابخونه منزل خودم رو بردم یکی از دلایلی که من ماشینم قرازه هستش به خاطر که کتاب زیاد میخرم یه اه، چیزی من سالها پیش خوندم و خیلی دوست داشتم یک متفکر نوشته بود که اگر که من پول داشته باشم کتاب بخرم چون نون حالا بدون نون هم میشه زندگی کرد ولی کتاب مهمتره از نون شب واجب تره یکی از کارهایی که ما برای یک موضوعی میخوایم تحقیق بکنیم عزیزان این روی سخن هم اینجا به بچه ها و دانشجویی که اهل تحقیق میخوام باشن یکی از قدم های اولیه تحقیق راجع به هر مسئله در کتاب مقدس در تفکر مسیحی این است که برید سراغ دارتون معرف و دیکشنری ببینید ما در روز زندگی روزمرهمون دیکشنری تو خونامون شاید باشه دیکشنری هیم و آریانپور و اینا یه کلمه رو پیدا بکنیم ولی دیکشنری های تخصصی هم هستش که این آمدن موضوع مختلف رو به اساتید و صاحب نظر مختلف دادن که راجبشون مقاله بنویسن و مثلا این یک دیکشنری که من خیلی بهش علاقه دارم و آوردم هست دیکشنری آف دی اول تستمنت پنتتوک یه سریه که آی وی پی انتروارسیدی نوشته و منتشر میکنه بعد این کتاب اومده چیکار کرده اون ناشراش اومدن به یه عده از اساتید و صاحب نظرا گفتن که بیایید و راجب مسائل مختلف برای ما بنویسید یکی راجب هارون نوشته یکی راجب آدم نوشته یکی راجب موسا نوشته یا هرچی نکته ای که هستش اینه که این صاحب نظرها وقت صرف کردن تحقیق کردن اون یک عمر تحقیقاتشون رو میان توی پنج صفحه 6 صفحه در اختیار شما میزنن پس شما لازم نیست برید که یک سالها بخونید که بدونید هارون چه گفته یا چه جور کسی است اگه 50 صفحه این دیکشنری رو بخونید یک شناخت خیلی عالی پیدا میکنید راجع به هارون ولی مهمتر از اون این است که آخرش یه دونه کتابنامه هم نوشته یه بیبلیوگرافی هم گذاشته یه چیزایی که واقعا اگر که دانشجوی بخواد بیشتر بخونه اینجا میتونه پیدا بکنه و منابع رو پس یکی از بهترین چیزایی که ابزارهایی که شما نیاز دارید برای تحقیق راجبه کتاب مقدس دیکشنری و دارت معرفه. دارت المعارفه هم این هستش پس من چند تا دارت معرف و دیکشنری میخوام بهتون معرفی بکنم یکی IVP Interversity Press و این دیکشنریایی که اونا میدن بیرون کتاب میبینید قطوریه مثلا این راجب فقط توراته بعد یه همچین چیزی راجب انبیا هست یه همچیزی راجب ایسا هست یه همچیزی راجب پولس هست یه همچیزی راجب پدروس و رسالات هست یه همچیزی راجب موضوع مختلف تا حالا یه هشنه تا جلد به همین قطر و عریض و طویلی اینا نوشتند و جمع کردن خیلی هم جدیده پس از نظر تحقیقاتی به تحقیقات خیلی جدید شما دسترسی پیدا میکنید و بعد یک دیکشنری کم قدیمی تره ولی خب باز خیلی وزینه و کلیسای کاتولیک این رو منتشر کرده به نام انکر انکر یعنی لنگر انکر دیکشنری معروفه و اون هم اگه بتونید بهش دسترسی پیدا بکنید و آنلاین بتونید بهش دسترسی پیدا کنید یک ابزار خیلی خوبی برای تحقیق کردن بیکر انسایکلوپدیا و بیکر دیکشنری هم باز یه دیکشنری خیلی خوبی اونم پنج جلد هستش یه ناشری به نام بیکر اینا منتشر میکنه و هم باز انواع اقسام دیکشنری مختلف رو دارن به خوبی این نیست به اعتقاد من ولی خب باز دیکشنری خیلی مهمیه ما ایرانی ها خیلی دنبال جنس مجانی هستیم پس <applause> من یه سایت مجانی هم بهتون یاد میدم نیو ادونت نیو جدید ادونت ورود نیو ادونت فکر میکنم دات ارگ باشه شاید هم دات کام باشه فکر میکنم دات ارگ نیو ادونت باز اون دارتور معرفی که کلیسای کاتولیک با خرج زیاد و زحمت زیاد منتشر کرده بود و اون نسخه قدیمی ترش که هنوز خیلی معتبر و خیلی خوبه ولی خب تحقیقای قدیمی تره چون اون دیکشنری دار و دارتور معرف جدیدشون رو شما آنلاین پیدا نمی کنید ولی اون قدیمیش رو مجانی گذاشتن آنلاین و از شما هر جا که باشید میتونید به وسیله اینترنت به اون دسترسی پیدا بکنید و باز مقاله های مختلف هست باعث تأصفه که همه اینها به زبان انگلیسیه چون من خب به زبان انگلیسی درس خوندم و به منابع آلمانی و فرانسوی و اسپانیولی واقعا آشنایی ندارم و دسترسی ندارم ولی اگر که انگلیسی بلد باشید منابع بسیار زیادی میتونید روی چیز پیدا بکنید چند تا کتاب دیگه هستش که میگم وقتی که شما با اینا آشنا میشید میتونید کتاب های دیگه رو یاد بگیرید مثلا همین آقایی که ناشر و سردبیر این چیز هستش مسئول گرده همایی این دیکشنری هستش آقای دزموند الکساندره که یه کتابی نوشته و خب وقتی که من اینو میبینم و نگاه میکنم که مسئول گرد آوری این آقای دزموند الکساندره خب وقتی کتاب نگاه میکنم پیدا میکنم به نام گاد ات ساینا میگم خب این خیلی خوبه و این یکی از کتابایی که ازش من استفاده میکنم توی این درسا که راجع به باز اون ظهورهای خدا در عهد عتیق صحبت میکنه Uh, این یکی باز به خاطر درس من میرم گشتم و پیدا کردم یه هست uh, from promise uh, from paradise to promised land uh, و باز همین دوباره دزمون الکساندر نوشته و راجع به باز توراته و راجع به اون موضوعات توراته uh, یه کتاب دیگری هستش که سیل uh, همر نوشته بیبلیکال Theological کامنتری است uh, uh, یعنی تفسیر بیبلیکال کامنتری uh, به نام The از as a تورات به عنوان یک داستان و راجبش uh, صحبت کرده پس uh, منبع زیاد عزیزان من فقط چند رو بهتون معرفی کردم که برید بگردید و منابع بیشتری پیدا میکنید و من مطمئنم که خیلی این درس ها رو میتونید با همدیگه بیشتر یاد بگیریم فیض مسیح با شما باشه وقت من تمام شد جلسه دیگه میبینم بتون